افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان از سال 1992 تا کنون می باشد. نبود یک ساختار اقتصاد صحیح و همچنان امنیت کشاورزان افغان را به کشت مواد مخدر وابسته کرده است ارزش جهانی این صنعت غیر غیرقانونی در سال 2012 به 70 میلیارد دلار آمریکایی در سطح جهان برآورده شده است و همچنان تنها 2.5 میلیارد دلار در کل به دسترس کشاورزان افغانستان میرسد و همچنان گزارش ها نشان میدهد که 200 میلیارد این هزینه به اشخاص غیر مسئول و یا هم گروه های حراس, حراس داده می شود که یک تهدید بزرگ در افغانستان و همچنان به امنیت جهان می،, می باشد و همچنان آمار سال 2014 میلادی نشان میده که دل... 260 میلیارد هکتار از اراضی کشاورزی افغانستان به تولید خشخاش اختصاص اخت 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 دارد که این بخش موجب اشتغال 4 لک و هزار نفر از مردم این کشور را فراهم کرده است امروز برنامه پس از خبر هم بالای امین موضوع بحث داریم که در بحث مهمان از ولیسی افغانستان با خود داریم که پس از یک میان برنامه کوتاه با ما باشیم باز هم خوش آمدید در این برنامه آقای چمنشاه اعتمادی عضو کمیسیون مبارزه علی مواد مخدر مجلس نمایندگان را با خود داریم آقای اعتمادی خیلی خوش آمدید تشکر. آقای اعتمادی قسمی که شما هم در گزارش های تلویزیون و آریانا نیوز دیدین که در بعضی از نقاط خیلی مهم پایتخت کابل مواد مخدر خرید فروش می شود چرا در قلب پایتخت که در نزدیکی ریاست جمهوری و همچنان منزل رئیس اجرایه هم خرید فروش این همه مواد مخدر صورت می گیرند علت در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر شما و سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریانونی نیوز اولا ما نباید کل افغانستان را جو از هم جدا بدانیم سوال اصلی شاید این باشد که چرا در افغانستان این چنین هست ما در کل در افغانستان اما خرید فروش در مرکز ها. که حکومت هم رئیس جمهور هم حضور داره و تمام وزارتخانه ها هم حضور داره دقیق هست گپ شما وقتی ما از افغانستان به اصطلاح کمی جمعتر میکنیم موضوع رو میایم به پایتخت به کابل مرکز افغانستان که مرکز سقل نیروهای امنیتی از آن طرف هم استخباراتی وجود دارد تعجبی هم ما را و هم جهانیان را بیشتر خواهد کرد که چطوری می شود وقتی ما در افغانستان نمی توانیم جلوی رشد مواد مخدر را بگیریم بهانه وجود دارد برای آن مثل ناامنی، ناتوانی، ضعف اما در پایتخت هیچ گونه توجیه وجود ندارد که ما شاهد روزافزونی قاچاق مواد مخدر، فروش مواد مخدر آن هم به طور علنی در ملای عام باشیم بنان رشد بی توجهی یا رشد فرض کنید که فروش مواد مخدر آخرش منجر می شود به این که ما تا شش ماه پیش اگر شما دقیقا در جریان باشین آمار متادان و کشور در حدود یک میلیون و پانسد یک میلیون هزار نفر گفته میشد با اختلافی که وجود داشت اما در طی شش ماه یک دفعه آمار اعلام می شود که بیشتر از سه میلیون متاد ما در افغانستان داریم یعنی این گراف ناگهانی بالای متادان در کشور نشان می دهد که ما به سمت یک رشد لجام گسیخته هم در عرصه کشت مواد مخدر پیش بپیش می رویم و هم در عرصه اعتیاد به مواد مخدر و, و هم این نشان دهنده این است که تا اگر آزادی عمل نباشد برای قاچاقبران برای فروشندگان برای سودجویان اونهایی که سودی بسیار بیشتر و سرسام‌آوری از این بلای خانمان سوز میبرند اگر این آزادی عمل نمی بود قطعا ما در طی شش ماه رشد متاد مواد مخدر ما به سه میلیون نفر نمی پس ما میتوانیم بگوییم که واقعا مایه تعجب برای ما هم هست که چرا در پایتخت افغانستان چنین آزادانه این کار را انجام می حالا که این کار انجام می شود دلیل دارد ما دلایلی که ما داریم برای این کار می‌توانیم بگوییم ما عمدتا به دو چیز برمیگردد یک خلاهایی که در خود قانون مبارزه با مخدر وجود دارد که البته این قانون در پارلمان در کمیسیون پارلمان افغانستان از اون طرف هم به خیلی از مراجع دیگر داده شده تا اصلاح شود دو ضعف مدیران ضعف مدیران اجرایی مقامهای رسمی دولت با شریک بودن متاسفانه شریک بودن اینها در سود حاصله از مواد مخدر آقای اعتمادی شما که عضو <applause> کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان هستند و همچنان حالا یاد کردند که ضعف در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود داره شما چه کارهایی کردین تا حال در این ما از سه ما به این طرف بحث تعدیل و ایزاد قانون مبارزه مخدر را رو روی گرفتیم و دلیل اینکه تشخیص دادیم که بعضی از موارد البته نه همه موارد بعضی از موارد برمیگردد به مشکلاتی که در خود قانون مواد مخدر برگردد اما ناگفته نماند قانون هرچی قوی باشد هرچی اصلاح شده هم باشد بازم به دست مجریان هستند این مجریان هستند که باید قانون را خوب اجرا کنند ما در افغانستان در همه عرصه ها فکر نکنم خیلی قوانین ضعیف و یا بدی داشته باشیم ممکن است نقصان هایی داشته باشند خلل داشته باشند اما تا دل ما بخواهد متاسفانه مجریان بدی داشته ایم. آقای اعتمادی فکر نمی کنیم که تولید مواد مخدر و همچنان خرید فروش مواد مخدر یکصد محکم در برابر استقرار حاکمیت قانون در کشور است؟ بحثی مواد مخدر بحث ناامنی و بحث فساد اینها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند یعنی به تعبیر دیگر ما می توانیم بگوییم که مواد مخدر تاثیر مستقیم روی ناامنی دارد تاثیر مستقیم روی فساد دارد شما ممکن است در جریان باشین یا نباشین ما در طول, در طول این سه چهار سالی که عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر اولسی جرگه هستیم از ولایات مختلف گزارش های مختلفی داریم که تقرری ها و تبدیلی ها در ولایت ها و ولسوالی های تریاک خیز یا بیشتر تریاک میکارن اینها با قیمت های بسیار متفاوتی واگذار می شود یعنی این خودش یک نوع فساد اداری را نشان میدهد. و از طرف هم ایرم در جریان هستین که در ولایات یک تریاک به عمل می آید یا در ولسوالی تریاق تریاک به عمل می آید متاسفانه گراف ناامنی هم بالاخره هر روز بالاتر و بالاتر می رود پس می شود نتیجه گرفت که این سه مهم تریاق ناامنی و از اون طرف هم فساد اینها ارتباطی با هم دارن این یک در رشد دیگری تاثیر میگذاره آقای اعتمادی یک موضوع دیگه ای را که آم، آم ولیسی جرگه یا اعضای مجلس نمایندگان و همچنان جامعه مدنی اشاره کردن این بود که برخی از پلیس ها هم در خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان در کل دست دارن فکر نمیکنین و خواهان ازی شدن که باید اینا به با کیفر برسن فکر کنین که تنها دست داشتن پلیس و یا هم به کیفر رساندن پلیس که در این قسمت اگر دست داشته باشن کافی نیست ببینید ما وقتی میاییم یک پدیده را بررسی می کنیم یک معلول را ارزیابی می نماییم می تواند این معلول یک علت داشته باشد می تواند این معلول علت ها داشته باشد چند تا علت مواد مخدر از جمله پدیده ها یا معلول های هستند جز بیماری های هستند که علت های متفاوتی می تواند داشته باشد یک علتش می تواند بالاخره غفلت یا وظیفه نشناسی پلیس مبارزه با مخدر باشد بحث دیگرش بودن مقامات رسمی و بلند رتبه حکومت در بحث مواد مخدر هست تا یک رئیس اداره تا یک مقام عالی خلافکار نباشد و دنبال خلاف نگردد قطعا یک پلیس یک ماموری که بسیار از رتبه پایین برخوردار است و هر لحظه احساس خطر می نسبت به موقفش او قطعا نخواهد نیست که بلاخره دنبال خلاف بگردد یک زمانی اگر او می فهمد که رئیسش مدیرش مافوقش فوقش بلاخره آلوده ای به فساد است قطعا او هم به فساد دست خواهد زد پس ما باید برای اصلاح این مفاسد و این فرض ناهنجاری ها دنبال اصلی موضوعات بگردیم نه دنبال فروعات ما اگر تانیستیم اصل را رأس را اون ریشه را زدیم شاخه ها خود با خود خوش خواهد شد آقای اعتمادی یک موضوع دیگه که خیلی ها هم نگران کننده است و برمیگرده با با کشت مواد مخدر موضوع معتادین در افغانستان است که روز به روز گراف معتادین افزایش پیدا میکنه شما که در مجلس نمایندگان و به خاطر مبارزه با مواد مخدر و با این پدیده کار میکنین در این بخش چقدر شما دستاورد داشتین چی کارهایی کردین با آموهنگی با حکومت افغانستان نا نگذاریم دستاوردی که ما داریم دستاورد نظارتی هست نه عملیاتی به دلیل اینکه جایگاه ما جایگاه نظارتی هست ما می توانیم از اجراعات حکومت نظارت نماییم و اگر احیانا در زمینه هایی که ما وظیفه داریم اونها اجراعاتشان ضعیف باشد یا کند باشد خواهان استجواب و فرض کنید حتی استیزاه می توانیم باشیم در طی این سه چهار سال ما شاید بیش هر سال بیش از ده ها بار مسئولین مربوطه را از هر نهاد حتما شما در جریان هم هستین نکته را که کمیسیونی ایجاد شده از به نام کومسیون اړیې مبارزه به محمد مقدم کومسیون اړیې مبارزه محمد متشکل یا ترکیبی یافته از دوازده تا وزارتخانه موجود در افغانستان هست که البته ریاست آن را وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به عهده دارد ما چی اینها را به طور دست جمعی در طول سال چی فرد فرد و مخصوصا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و موینیت مبارزه با مخدر وزارت داخله را حداقل ما یک بار به کمیسیون فرا خانده ایم. نگرانی خود نگرانی مردم نگرانی آینده افغانستان را نسبت به ماده مخدر یا مواد مخدر البته ایران گفته باشم که مواد مخدر مخصوصی به تریاگ و فرض کنید چیزا نخواهد شد مشتقاتی که از تریاگ به دست آید و خیلی از مواد مواد شیمیایی و الکلی دیگری که وارد افغانستان می شود ابراز داشته و ابراز کرده ایم در بعضی موارد البته ما با آمارهای و ارقام های از طرف مسئولین مواجه شده ایم معینتی وزارت مواد مخدر اونها دستاورد های سالانه ایشان را در یک کتابچه یا در یک مجله نشر اما بحث ما این است که ما که می بینیم در اتفاق میافتد بسیار فراتر از آن است که دوستان ما در وزارت مبارزه مخدر و در موینیت مبارزه با مبارز مواد مبارز مخدر وزارت داخله گزارش دادن ما واقعیت ها می بینیم واقعیت این است که افغانستان فعلا بالاترین رتبه را در سطح کیش دارد واقعیت این است که ما در طی 6 ماه 1.5 میلیون معتاد اضافه شده به آمار معتادان ما واقعیت این است که زیر پول پولچکی بالاخره شهر کابل میبینی که آزادانه و مواد مخدر در پیش چشم مقام مسئول فروخته می شود آقای اعتمادی فکر می کنید که به خاطر مبارزه با این پدیده پلیس کافی ما در چوکات وزارت داخله داریم ما به بحث ما پلیسی کافی نیست بحث ما پلیسی متخصص هست ببینید تا ما در فرض کنید که بخش مواد مخدر یک ارگان جداگانه یک پلیس خاصی مبارزه با مخدر یا قطعه خاصی مبارزه با مخدر با تجهیزات مدرن با تجهیزات کافی با آموزش کافی و با رهبری واحد نداشته باشیم قطعا موینیتی موجود که جوابگوی نیازهای موجود نمیتواند باشه اعتمادی چرا با اشاره به این نکاتی که شما داشتین چرا حکومت افغانستان در رابطه به این موضوعات فرصت ندارن و یا هم فرصت نمیدهند به این موضوع هم فرصت دارد هم امکانات دارد و هم بود اما چیزی که در این میان نبود متاسفانه اراده ای در دولت مردان افغانستان وجود نداشت به خاطر همون سهامداری که در این بخش وجود داشته است بار بار مسئولین دولتی بالاترین مقامات دولتی ابراز کردند که بحث مواد مخدر یا فرض کنید که ریشه مواد مخدر به بلندترین مقام های دولتی هم رسیده است همیش دقیقا آقای اعتمادی وقتی که صحبت از بران مواد مخدر می شود و با وصف از اینکه حکومت چندین بار در افشاسازی این افراد و اشخاص با رسانه ها و با ملت وعده های سپردن چرا او وقت این موضوع بحث برانگیز میشه و یا همداغ میشه حکومت افغانستان خاموشی اختیار میکنه وقتی دستاورد عملی یا دستاوردی که مطابق با واقعیت نداشته باشند حکومت من فکر می کنم که جز خاموشی دیگه راه برای حکومت هم وجود ندارد خوب بود است در چنین میزهای یک نفر حداقل به نمایندگی از نهاد اجرایی مخصوصا نهادهایی که در امر مبارزه با امکانات دارند بودجه دارند اونها باید بشن که در برابر ملت و در برابر این وضعیت موجود چی پاسخی را می توانند داشته باشند ما با آمار و ارقامی که دوستای ارائه می مخالف نیستیم اما در کل مواردش ما گاب داره کمیسیون مبارزه مواد مخدر گپ داشته است در نحوه سوزاندن مواد مخدر یا حریق مواد مخدر کمیسیون گپ داره کمیسیون دعوای نظارتی داشت اما تا هنوز در یک حریق از کمیسیون مبارزه مواد مخدر نماینده نبردن در نحوه فرض تخریب مزاره چرا مشکل در کجا بود مشکل قطعا خوب است که خود اونها جواب بدن که چی مشکل دارن من فکر می کنم مشکل اساسی این است که آنچه که سوزانده می شود با آنچه که به دست می آید بسیار تفاوت دارد آقای یک موضوع دیگه که هست او هم بود خارجی تولید مواد مخدر در افغانستان است و همچنان انتقال و قاچاق این مواد مخدر از مرزهای افغانستان است که در این بعض آمارها و هم گزارش نشان میتد که در این کشورهای غربی نیست در قاچاق و انتقال مواد مخدر به بازارهای اروپا نقش مهم دارند که و شک نیست که بعضی از سازمانهای استخباراتی نیز در این بخش عملهای انجام دادن فکر نمیکنین که با وصف این همه مبارزه با این پدیده آنقدر آسان خواهد بود؟ وقتی ما نامنی را مرتبط به مواد مخدر یا تریاگ می‌دانیم، وقتی نامنی افغانستان به گونه ارتباط پیدا می کند با نامنی جهانی پس بحث مواد مخدر هم قطعا از این قاعده مستثنا نخواهد بود مم. یعنی وقتی نامنی ارتباط پیدا می کند به خارج از افغانستان و خارج از مرزهای از افغانستان مم. مواد مخدر هم قطعا ارتباطش به خارج قطعی خواهد بود اما این نکته را هم فراموش نکنیم وقتی ما در داخل افغانستان اگر شدت عمل اگر اراده جدی برای دولت مردان افغانستان به وجود بیاید برای امر مبارزه با مواد مخدر قطعا اون تاثیرگذاری و نفوذ بیرونی ها کمتر خواهد شد ولی ای به این معنا نیست که خارجی ها دستشان در این مسئله آلوده نبوده و نخواهد بود ما تاکید میکنیم یک بار دیگر همچنان که ناامنی در افغانستان ریشه در بیرون از مرز دارد مواد مخدر متاسفانه با حمایت بیرونی ها با فرض کنید که خیلی از مسائل دیگری که وجود دارد راهنمایی و روشت می آقای اعتمادی باز هم سوال برانگیز است که باید با این همه چالش ها حکومت باید چه راهکار به دست داشته باشد که بتانیم مبارزه با, با این پدیده داشته باشیم آنچه که می تواند حداقل در این زمان راهکار عاجل برای مبارزه با مواد مخدر و مسمیر سمر پیشنهاد گردد من فکر می کنم که ناامنی تقلیل ناامنی قطعا منجر خواهد شد به تقلیل کاشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان یک دو کاهش میزان بیکاری در افغانستان قطعا زمینه ایجاد زمینه های کار مشغولیت مردم به کارهای به شغل صادق نه شغل کاذب مثل مواد مخدر این هم تاثیرگذاریش هم بر مواد بر کاشت مواد مخدر خواهد بود و از طرف هم میزان معتادان به معتادین به مواد مخدر هم قطعا کمتر خواهد شد چون یکی از دلایل اعتیاد به مواد مخدر تقریبا میشد گفتیم که بیکاری خواهد بود سه ایجاد کشت بدیل یا به وجود آوردن زمینه کشت بدیل ما بعد از 13 سال در کل افغانستان تا حالا نتونستیم یک کشت بدیل با توجه به اقلیم های مختلف در افغانستان وجود دارد به وجود بیاوریم یا معرفی نماییم به یک دهقان یا بزرگر که او به جای تریاک فرض کنید زعفران بکارد به جای یک تریاک کچالو بکارد به جای تریاک پیاز بکارد و اگر پیاز و کچالو هم بکارد تا حالا کدام جایی را ایجاد نتوانستیم که کچالو او باید نگهداری شود حفظ شود سیب میدان وردک سیر پنج جا افغانی به پاکستان فروخته می شود اما در بهارش سیر 500 افغانی تا 700 افغانی باز به با می مردم فروخته می شود آقای اعتمادی یک موضوع دیگه که افغانستان یا قاچاق مواد مخدر و یا هم کشت مواد مخدر در افغانستان به یک منبع اقتصادی به جهان مبدل شده پس وقتی جامعه جهانی هم همکار با دولت افغانستان نباشد به خاطر جلوگیری از این پدیده باز هم برمیگرده به می موضوع که چطور بازم میتونیم بگوییم که مواد مخدر در افغانستان و یا هم کشت مواد مخدر میتونه بدیله داشته باشه؟ بدیل های فراوان دارد با توجه بدیل با... تجربه بدیل زعفران هم داشتیم زعفران اتفاقا ما. در هرات مثلا در بخش های دیگر افغانستان نتیجه خوبی داده است و از قضا زعفران محصول است که خیلی نیاز به سردخانه و ایشزا هم نداشته و ندارد اما در خیلی جاهای افغانستان زعفران جواب نداده است مثلا فرض در اقلیم های دیگر ممکنه زعفران چون ولی محصولی دیگر باید جایگزین شود یک بحث است بحث دیگر این است که تا ما خود برای خود و برای کشور خود و برای مردم خود دل نسوزانیم منتظر دیگران نباید باشیم منتظر معجزه هم نباشیم خیلی ممنون آقای اعتمادی که در بحث با ما بودین بینیده های عزیز برنامه پس از خبر هم در همین جا و پایان می